عرض سلام و احترام دارم به همکاران جناب عالی و ملت عزیز و بزرگوار ایران اسلامی. زنده باشید. خیلی متشکرم. در آستانه ایام الله دعیفش هم هستیم. در ایام خدمت جناب عالی تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم و البته ایام ولادت حضرت صدیقه طاهر سلام الله علیها رو و انشاءالله که ایام به کامتون باشه. بله، من هم متقابلا هم تبریک به جناب عالی همسرکار خانم و همه زنان و همه دختران جامعهمون تبریک عرض می‌کنم و ایام الله دهی فجر رو هم به فجر آفرینان، به خانواده معظم شهدا، به همه ایثارگران، به ملت بزرگ ایران تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. آقای رئیس، ما از شما همین اول کار اجازه می‌خوایم که یک گفتگو خیلی سریع و صریح و صمیمی داشته باشیم با شما. اجازه بدین که ما سوالات بیشتری رو بپرسیم. خواهش می‌کنم که شما هم به سرعت پاسخ‌ها رو خدمت مردم عزیزمون ارائه بفرمایید، ان شاءالله بتونیم مسائل و مباحث بیشتری مورد بررسی قرار بدیم. زنده باشید. سفر به روسیه، خب مهمترین میشه گفت سفر شما در از زمان آغاز دولت 13 هم در این 5 ماه خورده ای که گذشته بوده. مخالفان و منتقدان دولت یه جورای این روابطی که داره با روسیه و چین در حقیقت گسترش پیدا میکنه بر اساس برنامه هایی که سیاست جمهوری اسلامی ایران هست رو ناقض آن شعار قدیمی نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی میدونن. نظر شما چیه در این باره؟ بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. ما در سیاست بین‌المللی در جمهوری اسلامی به حمد الله فعالیت و تلاش بسیاری داشتیم و داریم، لکن در همه حوزه‌ها این سیاست به صورت متوازن عمل نشده. ضمناً در سیاست تجاری و اقتصادی هم همینطوره، یا به میزانی که سیاست بین‌المللیمون در بعد مسائل سیاسی پیش رفته در حوزه تجاری و اقتصادی فعالیت نداشتیم و نوعی عقب ماندگی داریم. اونهایی که بعضاً این نکته رو مطرح میکنن، من باید اینطور عرض بکنم که برخی این نگاه میگن الان نگاه به شرق مطرح شده یا نگاه به روسیه یا چین. من میخوام بگم که تاکنون اونچه عمل شده متوازن عمل نشده. ما باید سیاست متوازن داشته باشیم. ما در واقع داریم نوعی توازن برقرار میکنیم در نوع روابط سیاسیمون. خب چرا ما به همسایگان توجه نکردیم و چرا توجه نمیکنیم به ظرفیت عظیمی که به لحاظ تجاری و اقتصادی 15 تا همسایه ما داریم برقرار هست؟ من تاجیکستان رفتم برگشتم، روابط اقتصادی و تجاریمون 3 برابر شده با تاجیکستان. به ترکمنستان رفتم اومدم، غیر از بحث سواب گازی ارتباط ترانزیتیمون برقرار شد و روابط تجاری و اقتصادیمون برقرار شد و با کشورهای دیگه منطقه. آذربایجان خبراشوش امروز شما امروز پخش کردید است. بله. رسانه ملی، خب این ارتباطات امروز داره به یک شکلی میرسه که در واقع نوعی کمبودها و کاستیها داره جبران میشه. نسبت به روسیه هم همینطوره. میزان ظرفیت تجاری ما و کار با روسیه این میزانی نیست که الان داریم. مثلا 3 میلیارد دلار یا 3 میلیارد خورده ای به عنوان روابط تجاری ما که میتونه به خوبی این تبدیل بشه به 10 میلیارد دلار ارتباط ما با روسیه. کالاهای استراتژیکی که در روسیه وجود داره و امروز ما این کالاها میتونیم از روسیه وارد کنیم و محصولات کشاورزی بسیاری که در ایران وجود داره و میتونه بازار روسیه بازار همین محصولات قرار بگیره. حوزه های نفتی و گازی ما که میتونه حوزه هایی باشه که با توجه به تکنولوژی که در روسیه وجود داره این میدان ها میتونه میدان های فعالیتی باشه که اینا همون کارهایی است که رشد اقتصادی رو به دنبال داره. بحث ترانزیت ما، حمل و نقل ما، انرژی ما، مسائل کشاورزی، صنعت در حوزه هوا و فضا و در حوزه‌های مختلفی کاری که ما میتونیم با روس‌ها انجام بدیم، خب این زمینش کاملا موجوده، ظرفیت‌های بسیاری وجود داره و این ظرفیت‌ها میتونه تبادل بشه، تبادل ظرفیت ما. مزیت‌هایی در کشورمون داریم که این مزیت‌ها مورد نیاز روسیه است و مزیت‌های اونجا وجود داره که اون مزیت‌ها میتونه مورد استفاده ما قرار بگیره. این سفر اخیر شما که در اصل سفر خارجی جناب عالی بود، تاجیکستان، ترکمنستان و الان روسیه، بیشتر این نگاه صرفاً به شرق رو در سیاست خارجی دولت شما تقویت میکنه.
شما سیاست متوازنی که در حوزه سیاست خارجی به دنبالش هستید رو الان چگونه تعریف می‌کنید؟ ببینید، ما بحث مذاکراتی که آغاز کردیم، ما در حوزه‌های مختلف فعالیم. منتهاش ما نگاهمون به مذاکراتی که فقط مسئله اونو اتصال بدیم به مذاکرات، بگیم مذاکرات همه چیز رو حل بکنه، همچی چیزی وجود نداره. بله، مذاکرات رو پیش میریم، لکن همه چیز ما مذاکرات نیست. مذاکرات هم جز از جمله کارهایی است که ما دنبال میکنیم. به عبارت دیگه، ما در دو حوزه داریم فعالیت میکنیم: یه، خونسا کردن تحریم ها دو، رفع تحریم ها در خونسا کردن تحریم ها یکی از راهاش ارتباط با ظرفیت های همسایگان و روسیه، که از همسایه های بزرگ کشور ماست. نمیتونیم باش ارتباطات اقتصادی، تجاری، مناسبات بسیاری که ما با هم میتونیم داشته باشیم به عنوان یک کشور مستقل، یک کشوری که دارای توانایی هست، در کنار ما نداشته باشیم. پس ببینید، ما بنامون تعامل با همه دنیاست. من اینو در برنامه‌های انتخاباتی اعلام کردم و داریم همین رو دنبال میکنیم: تعامل با همه کشورهای جهان. البته کشورهایی که بخوان با ما تعامل داشته باشن حتما تعامل، و نادر کشورهایی که بخوان تقابل داشته باشن طبیعتاً ما در مقابل اونها مقاومت خواهیم داشت، اون بحث دیگه است. اما اون چه که در برنامه سیاست خارجی کشور ماست، تعامل با همه کشورها. سفر روسیه شما خب حواشی زیادی هم داشت. ارجبه جناب عالی، در وهله اول از استقبال آقای پوتین چه هست؟ و البته در کنار اون، خب نمازی که شما در کرملین اقامه کردید حاشیه بسیار در فضای مجازی داشت و نگاه مختلفی بهش شد. ببینید، حواشی هم اگر ممکنه، این که مجلس دوما البته بسیار پررنگ بود. ببینید، این که محصول یک سفر بخواد لبخند باشه اینطور نیست. البته این سفر ما پر از لبخند بود، لکن این که سفر بخواد نتیجهش لبخند باشه که اتفاقی برای مردم نمیفته. نتیجهش باید در واقع توسعه در حوزه های انرژی باشه، کشاورزی باشه، صنعت باشه، زندگی مردم باشه. مسئله ما منافع مردمه. یعنی اون چه که ما در روسیه صحبت کردیم در نشست 3 ساعته با آقای پوتین، از ابتدا تا انتها مسائل دو جانبه بود، مسائل منطقه‌ای بود، مسائل بین‌المللی بود، با محوریت منافع ملت ایران. مسئله ما منافع ملت ایران بود تو همه این صحبت‌ها. اون جایی که مواضع مشترک داشتیم تو مسائل بین‌المللی با هم دیگه برنامه‌ریزی شد که چگونه کار دنبال بشه. اون بحثی که نسبت مسائل داخلی بود، بعد از دیدار من آقای لاوروف به آقای امیر عبداللهیان وزیر خارجه ما گفته بودن که بلافاصله آقای پوتین وزرا رو مأموریت دادن که سریع در واقع تصمیماتی که ما و رئیس جمهور ایران گرفتیم باید اجرایی بشه. البته بنده هم اینجا به دوستان مسئول خودم، از وزیر امور خارجه، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر نفت و وزرای مربوطه رو مأموریت دادم که سریع این در واقع بحثی که ما با هم داشتیم رو اجرایی کنن، که آثارش در اقتصاد، آثارش در مسائل مختلف روشن بشه. ما در مسائل پولی و مالی امروز هم ما هم اونها اتفاق نظر داریم که این در واقع سلطه دلار و مسائل مالی و پولی ما باید شکسته بشه. ما میتونیم با ارز ملی خودمون کار رو دنبال کنیم و بسیاری از این مراودات تجاری رو انجام بدیم. ما توافقاتی در عرصه‌های مختلف داشتیم نسبت به همه اون چه که دنبال میکردیم، چه مسائل دفاعی، امنیتی، در حوزه‌های هوا و فضا، در حوزه‌های مختلف ما وارد حوزه‌های مختلف شدیم. مثلا امروز در بوشهر ما، غیر از اون فاز اولی که داره الان بهره برداری میشه، ما فاز 2 و 3 رو با روسا داریم دنبال می‌کنیم. اینکه سریع باید این کار دنبال بشه، این از مسائلی بود که مطرح شد. صادرات به در واقع صادرات محصولات کشاورزی که من از این طرف گفتم، از اون طرف عرض کردم که کالای استراتژیک که مورد نیاز کشور هست، امروز میتونه حذف این تعرفه‌ای که در مورد صادرات هست که قیمت رو خیلی متفاوت میکنه. خب این چیزایی بود که نگاه مثبت اونها باعث میشه که ما بتونیم در حوزه کالای اساسی معاملاتی داشته باشیم و تجارتی داشته باشیم. حذف تعرفه که مسئله مهم و قابل توجهیه. پروژه‌های مختلفی که هست، کریدور، یا بگیم که بعداً در صدا و سیما نگن که کریدور گفتن، مسیر در واقع شمال جنوب ما که الان یه مسیری است که میتونه بسیاری از ارتباطات تجاری ما رو و تجارت کشورهای همسایه رو سهل بکنه، یا چیزایی بود که ما صحبت کردیم، برای تصمیم گرفتیم. ما تصمیماتی که در حوزه‌های مختلفی گرفتیم، همه این تصمیمات در جهت منافع مردم و در جهت توسعه اقتصادی است، برای ارتباط و توسعه کار دیپلماسی همسایگی است که ما با کشور روسیه
صحبت کردیم نسبت به مسائل منطقه از سوریه گرفته تا قفقاز مورد بحث ما بود، با در جهت اینکه باید اونچه که سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایجاب میکنه اون دنبال میشه. بسیار خوب، شما اشاره کردیم به بحث مذاکرات وین. خیلی مردم مشتاق هستن که بدونن مذاکرات چگونه داره پیش میره و آخرین خبرها از این مذاکرات چه است. و بحث دیگر زمزمه هایی است که بعضا مطرح میشه، درخواست های مذاکره مستقیمی که گفته میشه از سمت آمریکایی ها مطرح میشه. در صورتی که این درخواست به صورت جدی مطرح بشه، موضع صریح جمهوری اسلامی چه خواهد؟ ببینید، درخواست که عمل الان نیست، این درخواست مدت ها داره مطرح میشه. خیلی از این کشورهایی که میان با ما گاهی دیدار میکنن حامل یه پیام هایی هستن که آمریکایی ها پیام دادن که ما میخوایم مستقیم صحبت کنیم. این مال الان نیست، مال مدت هاست، این مطرح بوده، شاید در دولت های قبل هم مطرح بوده، در دولت ما مطرح بوده، ولی تا الان مذاکره با آمریکایی‌ها صورت نگرفته. اما اون چه که مطرح این که ما اعلام کردیم، بازم اعلام می‌کنیم که در صورتی که طرف‌ها آماده باشند که تحریم‌های ظالمانه رو علیه ملت ایران لغو کنن، جا برای هر گونه توافق کاملاً وجود داره. بسیار خوب. آقای رئیسی، شما در چند روزی که پشت سر گذاشتیم یک دستور قابل توجه خوب دادید که بسیار مورد توجه مردم هم قرار گرفته، اون هم اعطای تسهیلات خرد بدون ضامن به تا سقف 100 میلیون تومان فعلا به کارمندان بخش دولتی و البته کارمندان شرکت‌های بزرگ خصوصی است و حالا در مراحل بعدی بازنشستگان مستمری بگیران رو هم میتونه که پوشش بده. این میتونه یکی از قدم‌هایی باشه که برای اصلاح ساختار بانکی برداشته شده، اما خب از یه طرفی هم میگم ممکنه که بانک‌ها در این زمینه مقاومت بکنن. به هر حال همه دیدیم دیگه در مورد اعطای وام ها چقدر همه باید دنبال ضامن دوندگی داشته باشیم، یکی دو تا ضامن رو میخوام، بعد سفته چک و به هر حال مراحل خیلی سختی رو مردم میگذروندن برای اینکه بتونن یک مبلغ خیلی ناچیزی رو وام دریافت بکنن. چقدر مقاومت خواهید کرد، ایستادگی میکنین، پیگیری میکنین، نظارت میکنین که حتما این دستور اجرایی بشه؟ ببینید، بانک ها و مسئله بانک و بانکداری مسئله مختلفی داره. من نمیخوام در این مختصر اشاره کنم به همه اون مباحثی که هست، اما اجمالا بگم که بانک‌ها سه تا در واقع کار رو باید تا حالا دنبال میکردن. یکی مسئله نقششون در رشد اقتصادی کشوره، سهم بسیار بالایی دارن و شاید سهم بیبدیلی دارن میتونن داشته باشن در رشد اقتصادی کشور. دوم مسئله خدمت به مردم که همین تسهیلاتی که شما اشاره کردید باید پرداخت کن و خدمت به مردم، انواع در واقع خدمت‌هایی که نظام بانکی و پولی میتونه به مردم داشته باشه. سوم مسئله اداری خودشون هست در واقع و سودشون هستش و اینها یک توجه. متاسفانه طی سال‌های مختلفی که بوده تا کنون توجه به نکته اول و دوم یه مقداری مورد غفلت قرار گرفته. بیشتر توجه شده به این بخش آخری که فقط سود بانک‌ها باشه. مثلا یه کارخونه که بانک میره میگیره، خب این کارخونه باید برپا یعنی باشه و باید رونق تولید باشه، کارگران مشغول کار باشه، نه که تعطیل باشه و برن درش قفل بزنن. خب این در جهت سود بانکی هست، اما رشد اقتصادی که به دنبال نداره، خدمت مردم که درش نیست. و بسیاری از این معادلاتی که در بانک‌ها هست، نگاه فقط به مسئله بانک و توجه به بانک و منافع بانک یا بعضی از ساختمان‌هایی که اینها رو فریز میکنن، این ساختمون ها رو میشه به عنوان در واقع ثروت بانک. خب اینو باید بیفته تو گردش اقتصادی در کشور. نقدینگی اگر تبدیل به تولید نشه، نیاد به طرف تولید که مشکل ایجاد میکنه. مدیریت نقدینگی، خلق نقدینگی در بانک ها اگر بره به طرف تولید هیچ نگرانی نداره، ولی اگر که در واقع این نقدینگی بیاد و بدون توجه به تولید بیا تو جامعه توزیع بشه، بعد نتیجهش خواهد بود که حتی به هر طرف بره، زمین بره میشه زمین خاری، بره به طرف طلا میشه مشکل، طرف ارز میشه مشکل، هر جا که بره، یعنی مثل سیل بنیانکنه که هر جا که رفت مشکل و تخریب ایجاد میکنه، مگر اینکه نقدینگی مدیریت بشه و بیاد به طرف تولید. خب در اوتو نظام بانکی ما جلسات مقدماتی رو دوستانمون داشتن، لکن یه جلسه من داشتم چند روز پیش که خبرش پخش شد. خب ما گفتیم که بانک‌ها باید بیان به طرف این که واقعاً به مردم تسهیلات بدن و از طرف دیگه هم باید سهل باشه. میگیم تسهیلات نه تضییقات، یعنی با سهولت دست مردم برسه. دختر و پسری که میخوان ازدواج کنن، کسی که نیاز داره به یک تسهیلات کمی که میتونه باهاش کسب و کارش را بندازه، باید این بتونه دسترسی داشته باشه. و ما چند تا تصمیم گرفتیم در اون جلسه با حضور خود بانک‌ها.
مدیران بانک هم بودن، هم بانک های دولتی بودن، بانک های خصوصی بودن. گفتیم که این کارا باید انجام بشه و مسئول پیگیریش هم وزیر محترم اقتصادی شد که کار رو دنبال کنن. بعدم خودشون اعلام کردن که این کارا رو ما تصمیماتی گرفتیم. من هم نسبت به این تصمیمات در واقع تأکید کردم که باید اجرایی بشه و نسبت به این مسائل. اصلا دولت وقتی تصمیمش رو بگیره، کار کارشناسی که مقدمات کار انجام بشه و به یک تصمیم برسه، واقعا اگر بخش‌های انجام ندن باید حتما با اونها برخورد بشه. من نه نسبت به این حوزه، حوزه‌های دیگه معتقدم اونهایی که با مردم سر کار دارن. فرض کنید کسایی که کالاهای مورد نیاز مردم دستشونه، شرکت‌هایی که امروز تولید می‌کنن شرکت دولتی هستن. من گفتم که هر شرکتی که به تصمیمات دولت توجه نکنه حتما برخورد بشه. اولین برخوردی که برکنار بشه مدیر مربوطه اون شرکت. این نمیشه که تصمیمی در دولت گرفته بشه به نفع مردم، یه شرکتی بگه من می‌خوام مثلا کالامو اینطور ارائه بدم، یا بانکی بگه من می‌خوام عمل نکنم. این نمیشه. یا یک شعبه بانکی بخواد تو یک شهری با میل خودش عمل بکنه، یه شعبه بانکی اگر بخواد با میل خودش عمل بکنه و توجه نکنه به این سیاست‌گذاری‌ها و مباحث، این که نمیشه در واقع یک تصمیم سازی و تصمیم گیری بر اساس موازین و اونم کاری که به نفع مردمه. حتما این ضمانت اجراش اینه که هم خود بانک‌ها مصمماً در این جلسه‌ای که ما داشتیم احساس کردیم اونها هم بنای همکاری دارن، ولی من خواهشم اینه که بانک‌ها به اون چه تصمیم گرفته شد عمل کنن. جناب رئیس جمهور، میونه صحبتاتون به ازدواج جوان‌ها اشاره کردیم و حالا صحبت از تسهیلات هم هست. یه زمزمه‌هایی هست که نکنه وام ازدواج برای 1401 قرار حذف بشه. تایید می‌کنین اینو؟ حتما وام ازدواج برقرار هستش و متناسب با اون چه که مسئله تورم رو در جامعه ما داریم، حتما باید ما تشویق به ازدواج، چه در قانون جمعیت که اومده، هم برنامه دولت هستش. اصلا توجه به ازدواج و اینکه جوان‌ها برن دنبال ازدواج، این فقط با صحبت و بیان خواسته نمیشه. خب یکی از کارهایی که دولت بکنه همین وام ازدواجه. یکی از کارهایی که دولت باید بکنه و ما جزو تصمیمات جدیمون هست، با اینکه بعضی‌ها ناباورانه قضیه رو منعکس کردن، ساخت مسکنه. ما گفتیم در هر سال 1 میلیون، در 4 سال 4 میلیون مسکن، که درستش اینه بگیم در 4 سال 4 میلیون مسکن. هم نیاز کشوره، هم وعده ماست، هم قانونه، و هم اگر نکنیم کشور عقب میمونه در ساخت مسکن. تصورشون این که شما هر سال 1 میلیون مسکن تولید خواهید. حالا ببینید، چون ممکنه که احیانا بعضیاش مثلا 2 ماه از اون برای سال رو داشته باشه، بعضی از مسکن در واقع مسکن‌های روستایی هستش که اینها زودتر به نتیجه میرسه. مسکن در شهر یه مقدار مواجه با در واقع زمین‌های بیشتریه. اما اون چه ما گفتیم نسبت به وعدمون انشالله صادق بوده و صادق خواهیم بود. اون چه وعده با مردم گذاشتیم انشالله بنای عمل داریم به طولت جد انشالله. دولت ما میخواد دولت صادق الوعدی باشه انشالله. من یه سوال دیگه راجع به مسکن بپرسم. به هر حال اینا بحثاییه که خیلی مردم مطالبات و دغدغه‌هاشون رو با ما در میون میگذارن. نرخ اجاره بها جناب رئیس جمهور در دی ماه سومین رتبه افزایش قیمت و تورم رو به خودش اختصاص داده، بعد از 2 تا مورد دیگه‌ای که بوده. اولی 2 خانیات بوده، دومی نان و غلات که بیشتر برمیگرده به برنج ایرانی، و بعد شده نرخ اجاره بها. شما دیروز در جلسه‌ای که داشتید تاکید کردید برای اینکه رشد اجاره بها باید متوقف بشه، اما واقعا مردم اذیتن. اون تعیین سقف 25% هم که اتفاق افتاده بود عملا رعایت نمیشه و تقریبا میشه گفت که کسایی که مستاجرن شاید امسال 2 برابر 3 برابر مجبور شدن که اجاره رو پرداخت کنن. ما در جلسه ستاد اقتصادی قرار گذاشتیم که کارگروهی از بخش مختلف مأمور بشن و سریعا این مسئله رو بررسی کنن که بتونیم برای مسئله اجاره بها یک فکری حتما داشته باشیم. البته حالا چرا عواملش چی هست، چرا به اینجا انجام میده، این بحث دیگه است که در این فرصت نمی گنجه. اما از نگریان های جدی که نسبت به خانواده های محترم هست مسئله اجاره بها است که دولت در رابطه حتما باید مساعدت داشته باشه و همون کارگروهی که اعلام شد ما مأمور کردیم بتونه برنامه‌شو به زودی ارائه بده و ما هم به اطلاع مردم برسونیم که نسبت به اجاره بها بتونه تسهیلاتی باشه. این یک کاره، ولی کار ریشه‌ای نیست، این کار موقتی است که میتونه یه مقداری مشکل مردم حل کنه. اساس قضیه اینه که قضیه مسکن سازی در کشور به عنوان اقتصاد پیشران، یکی از موارد اقتصاد پیشران صنعت مسکن سازیه.
مسکن سازی باید کارش دنبال بشه، میتونه حتما صنایع بسیاری رو دنبال خودش بکشونه. این کار در شهرهای بسیاری زمین به عنوان بانک زمین در واقع شناسایی شده. بانک‌های زمین بیشتر بحث زمین‌های مربوط به دولتی که در حاشیه بسیار شهرها ما زمین داریم، دولت زمین داره، مشکل زمین نداریم، الا که شناسایی و آماده سازیش مقداری زمان برده. بحث دوم مسئله اعتباراتی است که باید تامین بشه که داره دنبال میشه، یعنی وزارت مسکن دنبال هست. من چون خودم حساسم روی این قضیه و به مردمم وعده دادیم که از ابتدای دولت مسئله مسکن رو دنبال میکنیم، دنبال کردیم و گفتیم هم به مردم گزارش بدن پیشرفت کار رو که مردم هم اطلاع داشته باشن که کار به کجا رسید. اساس قضیه اینه که ما مسکن سازی کنیم تا بتونه مسئله مسکن و قیمت مسکن و اجاره های مسکن بتونه تعدیل بشه. رو بحث مسکن آقای دکتر، بحث تأمین مالیش بعضن چالش های مطرح میشه، از جمله اون تکلیف افزایش 20% تسهیلات بانک ها که گفته میشود اگر بخواد از بخش های دیگه زده بشه بیا تو حوزه مسکن رکود ایجاد میکنه، و اگر بخواد اضافه برداشت از بانک مرکزی داشته باشه که خط قرمز دولت چون باعث تورم و افزایش پای پولی خواهد شد. و نکته دیگر این که بعضا گفته میشود که دستگاه های دولتی که زمینه های بسیار ممکنه در اختیار داشته باشن به این راحتی خیلی در اختیار طرح قرار نمیدن. ما به راحتی ازشون خواهیم گرفت. ببینید در دولت قرار نیست هر کس به خودش تصمیم بگیره، اینطور بوده. ما فروش اموال مازاد دولت هم خیلی دستگاه ها به راحتی تن نمیدن، هرچی هم بهشون بگی آقای اموال مازاد داریم به سهولت نمیان بدن، اما ما این کار داریم دنبال میکنیم. اصلا بنا نیست که در دولت هر کی که بخواد برای خودش تصمیم بگیره یا بگیم که نمیشود و نشود و بعد یه عده ای عمل نمی کنن. اگه معلوم بشه تصمیم متقنی است، باید مطلق همه توجه کنن به این که در دولت یا تصمیم گرفته نخواهد شد، یا اگر تصمیم گرفته بشود هم در واقع سابقه کارشناسی داشته باشه، هم به صورت جد بتونه در میدان اجرایی بشه. لذا اموال مازاد دولت هم مسائلی بود که شما سنوات گذشته رو نگاه کنید ببینید چقدر در این رابطه دولت تونسته این منبع رو تامین کنه به میزانی که در بودجه اومده. ولی الان کار شروع شده. نسبت به مسئله فرار مالیاتی، خب از بحثایی بوده که همیشه تو بودجه می اومده، اما الان شما ببینید معدیان جدید که مطرح شدش، ما الان بحث رو گذاشیم نه اینکه مبلغ رو بگن اقدر افزایش پیدا کرد دریافت مالیات، نه، بگن معدیان جدیدی که این چند نفر تو فلان شهر تو فلان استان تو فلان در واقع حوزه اقتصادی اینا شدن در واقع اومدن توی اعداد معدیانی که باید مالیات رو پرداخت های ما. امکان افزایش تقریبا بیش از 50% درآمدهای مالیاتی که در بودجه 1400 پیش بینی شده رو میده. ببینید ما بنامون بر کنترل تورمه. متاسفانه در این سالهای گذشته، چند سال گذشته، ما شاهد یک تورم بی‌نظیر بودیم در این در واقع سالهای گذشته، شاید 40-50 سال گذشته. ولی ما بنامون بر کنترل تورمه. نشانه هایی هم که امروز از بانک مرکزی، مرکز آمار ایران، بخشای اقتصادی میاد این که دولت موفق شده در کنترل تورم. البته کاهش تورم نیاز داره به کار که داره پیگیری میشه. ناظر به بحث افزایش درآمدهای مالیاتی بود که بیش از 50% در بودجه 1401 پیش بینی شده. خیلی‌ها مطرح می‌کنن که زیرساخت‌های موجود خیلی تکافوی این رو نمی‌کنه که اون افزایش اتفاق بیفته. ببینید بعضی افزایش مالیاتی رو تصورشون اینه که از کارمند و از نمی‌دونم اداری و اینها می‌خواد گرفته بشه. نه، ببینید این فرار مالیاتی امروز یه آماری داره خود سازمان مالیاتی کشور، یه آماری داره سازمان بازرسی، یه آماری داره بخشای دیگه مثل مرکز آمار اینا. حالا آمارها یه مقدار با هم تفاوت داره، اما در یه چیز همشون اتفاق دارن که یک مبلغ بسیار سنگینی وجود داره در ارتباط فرار مالیاتی. خب فرار مالیاتی چرا اتفاق بیفته؟ افرادی هستن که درآمدهای بسیار کلان و نجومی دارن در این کشور بدون پرداخت مالیات. از اون طرف دیگه ما از کارمند اون قبل از اینکه پرداخت حقوقش داشته باشیم مالیاتش کسر میشه. خب این بی‌انصافیه واقعا. حتما این فرار مالیاتی، ما وقتی بحث از مالیات میکنیم باید نگاه کنیم به اینکه در جامعه افرادی که برابر مقررات درآمدی دارن باید حقوق دولت رو پرداخت بکنن تا دولت بتونه کارشو دنبال بکنه. اینه که حاضر نیستن حقوق دولت پرداخت کنن، طبیعتاً دولت باید با سازوکارهای دنبال کار باشه، که البته یکی از اون سازوکارها راه اندازی این سامانه هایی است که ما داریم در کشور فعال میکنیم. این سامانه ها که بتونه نظام بانکی رو متصل کنه به بنادر و به گمرکات و به بخش‌های مالیاتی و به بخش‌های مختلف، اینا وقتی با هم لینک بشه، این سامانه‌ای که بتونه هم تجارت رو هم واردات و صادرات رو هم نظام پولی و بانکی رو
با هم مرتبط کنه طبیعتاً این پیش رو هستش و رصد کردن کار سختی نیست برای دستگاه‌های مسئول، که الحمدلله این کارم خبراشو دادن که بخش‌های مختلف اجرایی دارن میکنن. درصد بسیار این کار در همین مدت 4-5 ماه پیش رفته. جناب رئیس جمهور به کنترل تورم اشاره کردید، اما خب مردم حسش نمیکنن. شاید نمیدونم بگم هر روز قیمت افزایش پیدا میکنه، بگم هفته ای افزایش پیدا میکنه، ولی خب مردم در مضیقه هستن و واقعا دیگه الان میشه گفت شاید یه جورای قشر متوسط معنی نداره. یا بعضیا خیلی پولدار شدن، یا بعضیا دیگه خیلی درآمدهاشون با هزینه کردشون جور در نمیاد. اینو چی کار باید کرد؟ یک بحث تورمه که اون نگاه میکنه به سیاست‌های اقتصادی و پولی و مالی، در واقع مالی کشور، و این کنترل تورم در واقع در گروه این است که ما بتونیم مدیریت کنیم نقدینگی رو، کسی بودجه نداشته باشه کشور، در گروه این که رشد اقتصادی داشته باشه نه رکود اقتصادی، اینا میتونه تورم رو کنترل بکنه. اینا هم تصمیم گیری هایی است که مثلا ما در بودجه 401 خیلی هم موارد پیش بینی شده. این که ما گفتیم رشد اقتصادی 8% رو ما نشانه گرفتیم و هدف گرفتیم، این یک سری برنامه‌ریزی شده که ما بتونیم هم مدیریت در واقع نقدینگی رو داشته باشیم، هم بتونیم استقراض از بانک مرکزی رو نداشته باشیم. این که شعار نیست. هر اقدامی، نه مثلا استقراض از بانک مرکزی رو، خب ما چند ماهی که اومدیم تلاش شد که از بانک مرکزی استقراض نباشه، تلاش شده که خلق نقدینگی واقعا مدیریت بشه. منتهی مطلب من بنا ندارم کلن در گفتگوها از اون ابتدایی که دولت تحویل گرفتم خیلی به قبل بپردازم بگم چی تحویل ما گرفتیم، اما اجمالاً کارهای بسیاری در رابطه باید بشه که دولت آغاز کرده. خود بودجه 1401 تنظیمش بر اساس اینه که رشد پیش بینی شده. شما وقتی رشد اقتصادی داشته باشید هم تورم کنترل میشه، هم در واقع فضای کسب و کار در جامعه فعال میشه. ما این بحث رشد اقتصادی رو الان نشانه های رشد اقتصادی داره پیدا میشه، یعنی از این همین کاری که ما بعضی کارا رو نکردیم یا بعضی از اقداماتی که انجام دادیم، خلق پول نشه، پای پولی کاملا مورد توجه باشه که پای پولی افزایش پیدا نکنه. اگر یه وقتی دیدیم پای پولی داره بالا میره، سریع بانک مرکزی اقدامات خودشو بکنه، بخشای دیگه. اینا رو دولت روش حساس شده. ببینید من نمیخوام بگم همین امروز همه اینا با یک اراده‌ای که مثلا بخش اقتصادی بکنه حل میشه، اما دولت رو همه این بخش‌ها حساس شده. هفته دو تا جلسه ستاد اقتصادی ما داریم، غیر از جلساتی که کارشناسان اقتصادی ما دارن بحث میکنن، بررسی میکنن که این مسئله رو بتونن کاملا اجرایی بکنن. اثر اینو ملموس کیه منتهای مردم در جامعه حس میکنن؟ ببینید در جامعه الان مسئله کنترل قیمت‌ها یک بحث مهمی هست که ستاد تنظیم بازار موظفه که قیمت‌ها رو هم کنترل کنه، چون یک بحث تصمیمات اقتصادیه که تورم ایجاد نکنه، گرانی به دنبالش نباشه. یه بحث اینه که قیمت کالاها در بازار کنترل بشه، که اینم حرف و مطلب مهمیه که خواست مردم هست. دولت در بخشی از قیمتها موفق شده، مثلا قیمت فولاد، قیمت سیمان، بعضی از قیمتها که موفق شده نه فقط کنترل کنه بلکه قیمتها پایین بیاد در بعضی از کالاها. بعضی از قیمتها رو تلاش کرده که شما در نظام قیمتها رو که نگاه کنید، چه در تهران چه در کشوری وقتی که معدل گیری میکنن، بعضی از قیمت‌هایی است که یا پایین آمده یا افزایش پیدا نکرده. بعضی از کالاها هم هستش، چرا که اون نسبت به اونها دولت حساس هستش که باید پیگیری بشه که آیا چه چیز گران شده. مثلا قیمت دلار گران شده، ماده اولیه‌اش از خارج از کشور میاد، قیمت‌های جهانی افزایش پیدا کرده. اگر هیچ کدوم از اینا باشه، که خیلی از کالاها اینطوری هستش که کالای مواد اولیه‌اش در داخل اصلا دلاریزه نشده بخواد به دلار ارتباط داشته باشه، ما باید در داخل کشور حساب کنیم. اینا رو حتما دولت موظف است که اینا رو کنترل کنه، و ما هم دستگاه‌های مختلف رو، استاندارا رو مسئول کردیم که کنترل قیمت‌ها رو داشته باشن که مردم از این جهت رنج نبرن. مثلا یکی از موضوعات مهم که در بودجه 1401 هم منعکس هست و صراحتا هم گفته شده، بحث حذف ارز ترجیحی 4200 هست که خیلی از کارشناسان معتقد هستن که این لاجرم باید اتفاق بیفته. اما نکته مهمش دغدغه‌ای است که ممکنه تبعاتی است که این حذف میتونه روز زندگی مردم داشته باشه. به هر حال بحث معیشت
اولویت‌های دولت جناب عالی بود بعد از موضوع کرونا به عنوان اولین اولویت مطرح شد. هم در کمیسیون تلفیق مجلس بین نمایندگان محترم هم و هم بین کارشناسان اقتصادی سوال هستش که دولت تبعات اقتصادی ناشی از حذف ارز 4200 رو چگونه جبران خواهد کرد؟ ببینید مسئله ارز 4200 که شما میدونید اصولا اون چه که قرار داده شده بود در بودجه برای اینکه دولت بتونه استفاده کنه این مربوط میشد به آغاز، یعنی مبلغی در قانون بودجه نبود برای که بتونه دولت از وقتی آغاز به کار کرد، یعنی مثلا شهریور ما که شروع کردیم مبلغی وجود داشته باشه مثلا 4200ه، چون 8 تا بود 8 میلیارد دلار بود، اون 8 میلیارد دلار دولت قبل اون رو هزینه کرد و وقتی که ما کار آغاز کردیم برای این دولت مبلغی نبود که بخواد 4200 رو بخواد دنبال کنه. خب منم از طرفی معتقد بودم که نباید شوک به جامعه وارد کرد. من قبلا گفتم هم غافلگیری رو من نمیپسندم و در قاموس من نیست که با مردم بخوام به صورت غافلگیر بدون که اطلاع داشته باشن کاری بکنم. از طرف دیگه شوک به اقتصاد و بازار اینا وارد بشه. خب این تبدیل شد به لایحه که ما مجلس دادیم، بعد اون قضیه که من قبلا بیان کردم دیگه نمیخوام وارد اون بحث بشم. اجمالا ما سعی کردیم تو این مدت با سازوکارهای وضعیت رو حفظ کنیم، ولی کن 4200 مشکلات جدی ایجاد کرده. این مال الانم نیست، چند سال داره گفته میشه. باید 2-3 سال قبل مسئله 4200 حل میشد، 2-3 سال قبل باید حل میشد. در یه مقطعی ضرورت داشت این کارو کردن، باید حل میشد، لکن حل نشده، افتاد به دولت زمان ما که ما باید 4200 رو مسئله حل کنیم. درش رانت هست، زمینهای فساد هست، زمینهای در واقع ارتباطات ناسالم هست، باید این بیاد تو سفره مردم قرار بگیره. تمام تلاش ما اینه که این اتفاق بیفته. در ارتباط 4200 سه نکته برای ما مهمه، این سه نکته رو عنایت بکنید. یک، در رابطه با حذف 4200 باید یک اجماع نسبی وجود داشته باشه، حداقل بین دولت و مجلس. دو، باید اقناع نخبگانی، اقناع افکار عمومی نسبت به عموم مردم وجود داشته باشه. مردم هم نسبت به اینکه این کار باید بشه قانع بشن، اطلاع رسانی دقیق بشه مردم. و سوم اینکه این ارز 4200 نسبت به چند تا کالا که تغییر قیمت داده میشه به نوعی جبران بشه خسارتی که به مردم وارد میشه، خصوصا به طبقات پایین. این سه تا نکته اصلی ماست در 4200. اون چه ما مجلس ما داریم مذاکره میکنیم در مورد ارز 4200 اینه که هر سه این نکات برای ما مهمه، هم تفاهم با مجلس در این رابطه و اینکه یک اجماع نسبی وجود بیاد، و هم اینکه حالا کاری که رسانه ملی میکنه کار خوبیه، اینکه بحث بکنه، به بحث بگذاره، مخالف موافق کارشناسا بیان سخن بگن، ما این رو پسندیده میدونیم. البته اگر خود این یک انتظاراتی در جامعه وجود نیاره و آثار تورمی ایجاد نکنه کار مناسبی هستش. شما راهکار جبرانی که اشاره کردین یا راهکار جایگزین چی هست؟ چطور میخواین اون ارز 4200 رو به سفره مردم منتقل بکنین؟ ببینید این الان داده شد، این پول به کی؟ به وارد کننده. ولی اگر که به آخر صف داده بشه، یعنی در این فرایند داده بشه به کسی که مصرف میکنه، کیه؟ اون مردم هم. یعنی مبلغی قرار داده بشه، فرض کنید اگر کالایی مثلا افزایش قیمت پیدا میکنه، به میزانی که افزایش قیمت پیدا میکنه ما بتونیم جبران بکنیم، به خود مردم این مبلغی داده بشه، این میشه جبرانش دیگه. یعنی نقدن روی یارانه پرداخت میشه. بهتر اینه که با کارت اعتباری باشه این، یعنی بهتر اینه که شکل کارت اعتباری باشه و به نه بله بله، یعنی جبرانش اینطور باشه. مثلا حساب کنیم بگیم که آقا مثلا 4 تا کالا قیمتش متفاوت میشه، به میزانی که این 4 تا کالا قیمتش متفاوته، چه میزان هست؟ کالاهای دیگه که نباید گران بشه، اون میزانی که کالا قیمتش افزایش پیدا میکنه بشه به خود مردم داده بشه، به ویژه اخشاری که نیازمندن، این میشه جبران. دارو که اتفاق نمیفته، این پیش بینی شده. بله در مورد دارو که اتفاق نمیفته، نه فعلا ما در مورد نان و دارو برنامه‌ای نداریم. نسبت به کالاهای دیگه هم عرض کردم ما داریم با مجلس صحبت میکنیم، یعنی الان بحثی که بین مجلس و دولت هستش این بحث هستش. این بحث فقط هم بین ما نیستش، بین نخبگان و اقتصاددان‌ها مطرحه. منم طرح مباحث رو خوب میدونم، یعنی معتقدم صاحب نظران اصلا نظر بدن، چون این مسئله برای کشوره. ما هم نمیخوام یک مسئله تو اتاق در وسط تصمیم بگیریم و بعد یه دفعه مردم متوجه بشن که یک تصمیم، نه این بحث انجامش توی در واقع اقشار مختلف رو ما مفید میدونیم. این سه نکته در رابطه با 4200 برای ما مهمه، هم اجماع نخبگانی به ویژه اجماع بین مجلس. حالا اجماع که میگم منظور نه که هیچ کس مخالف نباشه، نه، یک در واقع توافق نسبی حاصل بشه در این رابطه، و بعدم اقناع افکار عمومی، و مسئله مهم مسئله جبرانه. بالاخره ببینید ما باید
کاری که انجام میدیم در جهت این باشه که معیشت مردم آسیب نبینه. خط قرمز ما در این قضیه مسئله معیشت مردمه. به هیچ عنوان به این که معیشت مردم آسیب ببینه راضی نخواهیم شد. اصلاحات اقتصادی از ضرورت‌های کشوره. میدونید اصلاحاتی بود سال‌های گذشته انجام می‌شد. ما اگه اصلاحات بخوایم بذاریم برای اینکه حالا انشالله دولت ما بگذره و یک کسی میاد انجام بده، خب این مشکلات تورمی چی کنیم؟ اینکه مسائل مختلفی که داره بخیر، باید یک ثباتی در بازار پیدا بشه. تمام اقدامات ما باید به یک ثباتی در بازار، ثباتی در تصمیم گیری ها برسه. افراد زندگیشون قابل پیش بینی باشه، هم برای تولید کننده تولید قابل پیش بینی باشه، هم برای در واقع خریدار، برای کسب و کار. ما کسب و کارها رو باید قابل پیش بینی بکنیم. اگر قابل پیش بینی نباشه، طرف میگه من که نمیدونم چه هفته دیگه چه خبر میشه، من که نمیدونم دو هفته دیگه چه اتفاق میفته. این ضرر داره برای کشور. اونی که تا حالا کشور با این قضیه برخورد مواجه بوده، اینو ما برای کشور ضرر میدونیم. جناب رئیس جمهور، به قابل پیش بینی بودن امروز و فردامون در زمینه اقتصادی اشاره کردین که خیلی مورد توجه مردم. شما یکی از سه اولویتی که پیش از انتخابات و پیش از آغاز به کار دولت 13 عنوان کرده بودید، رسیدگی و سامدهی وضعیت بورس بود. بورس این روزها با تابلوهای قرمز پررنگی که داره تشکیل میده، بسیاری از سهامداران رو متضرر کرده و واقعا باعث نگرانی شده. برای بورس چی کار میخواییم بکنیم؟ ببینید، ما یکی از اون بخشهایی که میراثدار دولت قبل شدیم مسئله بورسه، که از همون ابتدایی که من اومدم توی این عرصه نگرانی مردم بود. بالاخره با یک تبلیغاتی یک عده بسیاری اومدن که سهامشون هم سهام بالایی نیست، در کنار شخصیت‌های در واقع حقوقی یا حقیقی که خیلی سهام بالایی دارن، اینا سهام خردی دارن. سهامداران خرد اکثر سهامداران بورس رو تشکیل میدن و اینا این نوسانات موجب نگرانیشون میشه. اون چیزی که من اول گفتم و به مردمم گفتم در همون هفته اول من حساسم انجام میدم، اون که در دولت اعلام کردم که به هیچ عنوان نباید بورس قلک برای تأمین مالی دولت بشه. از همون هفته اول اعلام کردم این کار رو بشه. دوم این که باید ما صندوق‌های تثبیت و توسعه رو در بورس به نحوی به عنوان پشتیبانی سهامداران خرد قرار بدیم. تأمین این مبلغی که باید تو صندوق ها باشه دنبال کردیم. اینم به حمدالله انجام شد. البته یه مقدار زمانش طول کشید، چون باید از صندوق توسعه ملی منتقل میشد مبلغی به این صندوق‌های در واقع تثبیت و توسعه به عنوان بورس، که این کار هم انجام شد. نکته سومی که من از همون ابتدا نگران شدم، لذا تیم اقتصادی دولت رو مأمور کردم به ریاست معاون اول که دنبال کنن چه راهکارهای برون رفت بورس از مشکلاتی که الان باش مواجهه، همچی که شما هم اشاره کردید. اونا هم بررسی هایی کردن. حتی من الان که می اومدم به این جلسه نشست، نشستی که بعد از مغرب برگزار شده بود، نشست تیم اقتصادی باز هم موضوع بورس بود. این یعنی چند روز مردم عزیزمون این رو بدانن که دغدغه اونها دغدغه بنده هستش به عنوان خدمتگزار خودشون. به هیچ عنوان دغدغه ما اون چی که دغدغه مردمه ازش در واقع ما عبور نمی کنیم تا وقتی که احساس کنیم مردم در این قضیه آرامش پیدا کردن. آرامش مردمم نه با بخشنامه و دستوره که عمل نبر، که با یک کار اجرایی و میدانی که صورت بگیره. لذا این دغدغه مردم دغدغه دولت هم است. حالا چرا اینطور میشه؟ باز من اینجا در صدد این نیستم، یه بحث آکادمیک، بحث اقتصادی است که اصلا چرا اینطوری شد، چرا اینطوری میشه. اینا سوالاتی است که جوابای مفصلی داره. اما اون چیزی که من میخوام بگم این که به الحمدلله تیم اقتصادی به در واقع یک نتایجی رسیدن که انشالله فردا صبح قرار شد آقای وزیر اقتصادی این تصمیمات و مصوباتی که در این جلسات داشتند به عنوان راهکارهای برون رفت بورس از مشکلات به عنوان یک گام در جهت آرامش مردم و در واقع تغییر وضعیت در بورس انشالله به مردم عزیزمون همین فردا صبح انشالله آقای خاندوزی اعلام خواهد کرد. بسیار خوب. یکی از موضوعات آزاردهنده آقای رئیس جمهور بحث تبعیض‌هایی است که در پرداخت‌ها در ادارات و دوایر دولتی اتفاق می‌افته که پیش از این هم جناب عالی رو اون تأکید کرده بودید. آیا تا الان توفیقی داشتید برای برقراری این عدالت؟ آیا دستگاه اجرایی دارن همراهی لازم رو برای اون انجام میدن؟ ببینید، در این سالهای اخیر به دلیل وضعیت و شرایط تورمی، حقوق و مزایا و مستمری و اینها هیچگونه کفاف زندگی‌ها رو نمی‌کنه. لذا کارگران، کارمندان، بسیاری از اقشار دچار مشکل جدی شدن. این سالهای اتفاق افتاده تا در این زمانی که ما دولت رو تحویل گرفتیم. خوب، در این در واقع
ماه‌های اخیر هم دولت گذشته اقداماتی کرد برای اینکه مشکلات برخی از اقشار رو در واقع به نحوی برای متناسب سازی حقوق و درآمد اونها با وضعیت تورم به صورت لایحه‌ای به مجلس داد که متاش این لایحه نه منابع مالیش پیش بینی شد درش که حالا این پول از کدوم منبع، بالاخره منابع دولت معلومه که چه میزانی که همه مردم میدونن، اقتصاددان‌ها میدونن. دوم اینکه خب چرا در ماه‌های پایانی این کار شد؟ مثلا اگر معلم مشکل داره که الان مشکل نداره، 8 سال مشکل داره، 10 سال مشکل داره، خب از همون وقت باید بررسی می‌شد، یا بازنشستگان یا نمیدونم کارمندان یا کارگران، همه این اقشار، اینا اقشار مختلفی هستن که و اینها هم وقتی که میگن ما حقوقمون کفایت نمی‌کنه، حقم میگن، درست هم هستش، چون میزان دریافتشون معلومه، میزان خرج زندگی هم معلومه، اینم درسته. خب حالا چیکار باید کرد؟ یک راه اینه که هر قشری مشکلش و هر یا یک قشری یا یک اداره و سازمانی خودش دنبال کنه بگه من میخوام مشکل اداره خود حل کنم، یه راهه، این میشه نظام چانه‌زنی، یعنی هر بخشی بیاد مشکل خودش حل کنه. خب مشکل فلان اداره حل شد، مشکل 80 میلیون چی میشه؟ این وسط ما که 80 میلیونیم، باید بیش از 80 میلیون فکر کنیم. یه اداره، یه سازمان، یه قشر در جامعه مشکلش حل شد، این لوایحی که به مجلس تقدیم شده بله مربوط به یه قشری، خب اون قشر که همه کشور نیست، قشر عزیز و بزرگواری هستن، حتما هم مشکلشون باید حل بشه، حقا میگن مشکل داریم، اما ما در دولت باید فکر جمهور رو بکنیم، همه مردم رو، که ببینیم مشکلات کل مردم چه. این راهش چیه؟ راهش عدالت در پرداخته. ما از همون ابتدا مأمور کردیم بخشی رو در دولت، سازمان اداری و استخدامی و بخشایی که مربوط اون هستن، حتی از دانشگاه هم کمک بگیرن، با سرعت همزمانی که بودجه 1401 تقدیم مجلس میشه، در همین روزها بتونه با یه مقداری در واقع فاصله ما بتونیم لایحه‌ای داشته باشیم، نظام هماهنگ، نه مثل نظام هماهنگ قبلی که ناهماهنگیش بیشتر بود، یا هر دستگاهی میرفت خودشون مستثنا میکرد از نظام هماهنگ پرداخت، میگفت اجازه بدید ما مستثنا بشیم، پس کی تشباقی میمون؟ نه اونطور نه، یه نظام هماهنگ عادلانه پرداخت به کارکنان دولت، به کسانی که از دولت پول میگیرن، بتونه کاملا جوابگو باشه، شفاف هم باشه، جلو چش همه کارکنان دولت بگیم آقا ما این شاخصا رو گذاشتیم، این میزان هم باید پرداخت بشه. ما اگر این نظام هماهنگ و عادلانه پرداخت نداشته باشیم، باید مبتلا بشیم به نظام چانه‌زنی. نمیخوام بگم اون اقشار راست نمیگن، حتما واقع میگن که ما حقوقمون کمه، اما ما الان چه بکنیم به عنوان دولت؟ ما اومدیم دولت تحویل گرفتیم، به هر قشری بگیم شما راست میگید، اقشار دیگر چه بکنیم؟ به هر صنفی یا هر اداره و سازمانی مشکل دارن، اینا بسیارشون عرض کردم هیچ کدامشون نادرست نمیگن، اما من خواهشم از همه اقشار کشور، از همه عزیزان، از همه کارکنان در دولت که واقعا معیشتشون با این حقوقی که هست، با این مستمری هایی که هست، با این دریافتی هایی که هست، حالا چه شرکتی، چه پیمانی، چه رسمی، چه خرید خدمت، هر به هر نوعی از اشتغال است، این رو بدانن که ما مشکل این نظام ناهماهنگ و ناعادلانه پرداخت رو بهش واقفیم، از اولویت های دولت هم هست، دنبالش هستیم، جمعی رو بنده مأمور کردم، کارشون در میانه راهه، انشالله کار که تکمیل شد به در واقع مجلس ارائه خواهد شد، در اختیار عموم هم قرار میگیره، بدونن که دولت چی فکر میکنه. ما دنبال یک عدالت در پرداخت حقوق به همگان هستیم. هوای تهران در شرایط ناسالم قرار دارد. این جمله تکراریه که ما معمولاً روزهای بسیاری در سال 1400 به جز دو روز هوای پاکی که تا آذر ماه ثبت شد در تهران در بخش مختلف خبری خدمت بینندگان عزیز اعلام می‌کنیم. جناب رئیس جمهور، قانون هوای پاک گفته میشه 10% بیشتر اجرایی نشده و سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها، نهادهای متولی اجرای قانون هوای پاک تعدادشون کم هم نیست، خیلی خودشونو واقف نمی‌دونن به اینکه این قانون رو اجرا بکنن، با وجود اینکه آیین‌نامه اجرایی اون تدوین شده، ابلاغ شده، ضمانت اجرایی براش گذاشته شده، اما خب کو اگر قرار باشه که ما میگیم کرونا خیلی مردم رو دچار بیماری میکنه، مرگ و میر بسیاری در این دو سال داشته، اما آلودگی هوا خیلی خاموش داره این بیماری ها رو ایجاد میکنه. بله درسته، این نگرانی از نگرانی های مهمی است که مردم به ویژه در تهران و شهرهای بزرگ دارن و ما استاندارا رو مأمور کردیم که جلسات مستمری تشکیل بدن از همه اون دستگاهی که مسئول شدن. یا اشکال هست در واقع نوع تصمیمی که برای اون دستگاه گرفته شده اعلام بکنن، بگن که این با این توانایی، با این مثلا
سازوکار ما اما بر نمیاد، اعلام بکنن ما یه فکری بکنیم برای سازوکار اون دستگاه، مثلا نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی شهری. بله مثلا بله ناوگان، خب میدونید که شهرداری مسئولیت در این رابطه داره، ولی به شهرداری باید هم مردم کمک کنن، چون از کمک‌های مردم و مشارکت مردم تامین میشه و عوارضی که داره. یه بخشی هم باید دولت کمک کنه. من به سازمان برای اونجا اعلام کردم که یکی از اولویت‌های جدی قضیه کمک به ناوگان در واقع حمل و نقل شهری باشه، چون از مسائلی است که میتونه به هوای پاک حتما کمک کنه. و در این رابطه یک آسیب شناسی هم به دوستان گفتیم انجام بدن، چون این بحث رو من از زمانی که قوه قضاییه هم بودم ذهنمون رو مشغول کرده بود، همین نکته‌ای که شما اشاره فرمودید که این بحث هوای پاک مسئله مهمی است، از حقوق مردمه که هوای مناسب، آب مناسب، در واقع مسکن مناسب، این از حقوق مردمه، حتما باید دنبال بشه. و من هم تأکید میکنم الان به همکارانم در بخش‌های مختلف در کشور، به ویژه استانداران که مسئولیت دارن و دستگاهایی که شمرده شده در قانون مسئولیت این کارو دارن، ما ارزیابی هم گفتیم بکنن عملکرد دستگاه‌ها رو که اگر ببینیم نقصی در این رابطه وجود داره پیگیری لازم ان شاءالله انجام بشه. البته از حضور شما خواهش میکنم پیگیری بفرمایید. بحث از رده خارج کردن خودروهای فرسوده به ویژه هم در ناوگان سنگین، هم خودروهای سبک، گویا چند وقتی هست که اجرا نمیشه. این رو من از شما خواهش مندم، از طرف مردم که خواهش میکنم پیگیری کنین، نظارت بکنین. خود پیگیری و اجرای همین موضوع میتونه خیلی کمک بکنه. بله، بخشش بوده، بخشای دیگه ای هستش در کشور، اما دولت میتونه این پیگیری رو انجام بده. و من حتما این رو به دوستان و همکارانم از همینجا تاکید میکنم که این مطلب مورد تاکید شما که در واقع مورد تاکید قانون هستش، حتما پیگیری رو انجام بده. آیه رئیس جمهور، یکی از انتقادهایی که بعضا به دولت گرفته می شود و مطرح میشه بحث انتصابات هست، برخی از انتصابات، و سوالی هستش که چه میزان انتصابات در دولت بر مبنای شایسته سالاری داره اتفاق میفته. و نکته دوم اون موضوع گشت ارشاد مدیران هست و بحث مبارزه با فساد در دوایر ادارات دولتی. چه میزان تا این لحظه تونستید تو این زمینه موفقیت داشته باشیم؟ آره، نسبت به انتقادات من کلا بگم که دولت منتقدینی داره که ما از انتقاد استقبال میکنیم. حتما انتقاد برای دولت سازنده است، از رسانه ها، از عزیزانمون در حوزه های مختلف دانشگاهی و مردم عزیزمون، زنان، مردان، اونایی که دستشون به قلم هست نکات رو برای دولت اعلام بکنن، حتما مورد استقبال دولت هست. منتهاش برخی از اظهار نظرها گاهی درش انسان احساس میکنه که با واقعیت همخوانی نداره. حالا من نمیخوام واژه بی‌انصافی رو به کار ببرم، همخوانی نداره. گاهی نقاط قوت دولت طوری منعکس میشه که به عنوان نقاط ضعف مطرح میشه، من جمله همین انتصاباتی که شما اشاره کردید. ببینید، دولت بنا رو بر شایسته سالاری گذاشته. ما اتوبوسی که از اول بنامون نبود، ما هیئت دولتمون رو شما نگاه کنید، با هر کدوم بگید که اصلا ارتباطتون با فلانی از وزرای ما گرفته، ما چند وقت با هم رفیق بودیم، کجا بودیم با هم، ما پرسیدیم چه کسانی میتونن صلاحیت داشته باشن. نسبت به استاندارا همینطور، نسبت به وزرا همینطور، اونا نسبت به زیرمجموعه‌شون همینطوره. حزبی و گروه و دسته و که اینا قبلا آشنایی داشته باشن، نه، بعضیشون تو همین دولت هم دیگر دیدن و میشناسن. و این یک نکته. مثلا بحث فامیلی رو مطرح میکردن در یک زمان بسیار. من از بعضیا پرسیدم آقا از اینه که شما میگید 5 نفرشو به نام ببرید، ما میخوام پیگیری کنیم دیگه، من مسئولم تو قضیه. خب آخه بنده تو این ریاست جمهوری که بودم، قبل از من هم ادوار مختلفی بوده، رؤسای جمهورم بودن. حالا به زمان من نگاه کنید، به زمان این 30 سال گذشته هم نگاه کنید، ببینید تو همین ریاست جمهوری چطور بوده. نگاه کنید، خیلی مسئله سختی نیستش، پیچیده نیستش، میشه نگاه کنم تو قضیه. میگن که رسانه‌ها گفتن، ما هم گفتیم این قضیه رو. خب میشید قضیه رو. نقطه قوت این دولت اینه که مسئله این که بخواد یک مسئول از فامیل خودش بیاره مشغول به کار بکنه، این از نقاط قوت این دولتی که اینطور نبوده در بخش‌های مختلف. حساسیت وجود داره و این حساسیت همچنان ادامه داره که در واقع انتصابات شایستگی، بر اساس شایستگی باشه، نه بر اساس روابط فامیلی و اینها باشه. اگه یه جایی هم کسی تذکر داده پیگیری کرده، وزیر باید پیگیری کنه، مدیر کل پیگیری کنه، استاندار پیگیری کنه، پیگیری کرده. و این من حساسیت خوبی میدونم، اما اطلاع رسانی نامناسبی نباشه. یعنی نقاط قوت این دولت، من اینو دارم عرض میکنم، از در واقع همه بخش های دولت هم من اطلاع دارم.
عرض کردم موردی هم بوده که اگر گفتن اینطور که بگن کسی فامیلی دیگه شده بود یه بحثی، ما هر کسیم پرسیدیم آقا چهار تاشو معرفی کنی این فامیلامو ما هم بفهمیم این چیز خوبیه. نکته دوم که بعد از نقاط این قوت این دولت دارن به عنوان نقطه مسئله سفرهای استانی، شما دیدی تو رسانه‌ها اینا آقایون این لذت ارتباط با مردم رو تجربه کنن ببینن چقدر این ارتباط با مردم لذت داره. بنده وقتی از کرملین میرم کرمان من لذت دارم میبرم، بعضی فکر میکنن برام زحمت، میگن بنده خدا خسته، نه خیر، من وقتی میرم تو مردم مناطق جنوب کرمان لذت میبرم، اصلا لذت میبرم، نمیخوام بگم به خودم سخت میذارم، نه اصلا لذت میبرم در ارتباط با مردم. اینو مردم عزیز بدونن. مدیرامون هم باید همینطور باشن، اصلا با مردم بودن، تو مردم بودن، حرف دل اونها رو شنیدن، ارتباط با مردم. دردی که مطرح میکنن که رئیس اون میگن که درگیر جزئیات شدن ممکنه که از کلان قضیه ما رو ما هم کلان میرسیم. اجازه بدید ما 6 روز هفته بشینیم کار در سطح ملی بکنیم، یه روزم بریم با مردم استان ها ارتباط برقرار کنیم که این 6 روزمون ارتباط با واقعیات مردم باشه، بفهمیم مردم چی میگن. هیچ اشکالی نداره، ما 6 روز مال کار سطح ملی، یه روزم مال سرزدن به استان و ارتباط پیدا کردن در سطح استان. مردم سیل زده مشکل دارن، مردم با مناعت تب بزرگوار شهید داده، بنده میرم تو جمعشون، بندگان خدا مشکلاتشون رو مطرح میکنن، منم میام چک میکنم. البته قبل از منم معاون اول رفته، قبل از منم وزیر کشور رفته، وزرای دیگه رفتن. دولت ما وقتی میگیم دولت مردمی، باید ارتباط داشته باشن با خواست مردم و بیان با خواست مردم ارتباط بشن. الحمدلله این روحیه هم توی بدنه دولت کاملا وجود داره و این ارتباط مردم هست. این نقطه قوت دولت شما ببینید در سطح رسانه چگونه این نقطه قوت رو نحوی مطرح کردن به عنوان یک نقطه که آقا چرا استان میرید شما. اینا نقطه قوت دولت بعد مطرح میشه که تیم اقتصادی دولت، تیم اقتصادی ناهماهنگ، به خاطری که مثلا دو بار یا سه بار یا چند بار اطلاع رسانی در واقع به هنگامی نشده از ناحیه بعضی از دوستان ما در دولت، باید به هنگام اطلاع رسانی میشد، نادرست نبود اما باید به هنگام انجام میشد. الان اونایی که تجربه کردن دولت ها تیم اقتصادی تیم هماهنگیه، با هم دارن کار میکنن، ما تو جلسات با همه میشینیم بحث میکنیم، نه اینکه دو تا نظر نباشه، اشکالی نداره نظر مخالف و موافق باشه، اما وقتی تصمیم گرفته میشه همه دولت یک آهنگ داره، یک مسئله داره دنبال میکنه. به عنوان این نقطه قوت دولت رو که تیم اقتصادی دولت یه تیم هماهنگی هستن، با هم دارن کار میکنن، پیگیری میکنن مسائل رو، به عنوان یک ناهماهنگی. و از این قبیل شما مواردی دارید که گاهی متاسفانه مواردی مطرح میشه که اینا در بعضی از در واقع رسانه ها نقاط قوت نقطه ضعف جلوه میکنه. اینطور نیست، من البته استقبال میکنم. مثلا شما بگید در انتصابات چرا با کندی انجام میشه برخی، من میگم بله این انتقاد رو من قبول دارم، تو دولتم تاکید کردم حتما باید با سرعت صورت بگیره. شاید هم یکی به این دلیله که افراد با این دولت احساس نمیکنن که این کسی که داره کار میکنه دیگه فردا نباید کار کنه، یا باید حتما کسی، من گفتم هر کس شایسته است و کارآمده است باید به کار گرفته بشه، هر کس هم بانی وضع موجود هست حتما نباید استفاده بشه. حالا یک کسی ممکنه که یه آدم کارآمدی است، از قبل هم بوده، باشه کار بکنن، چون ما از یه حزب خاص و یک جریان خاص و یک گرایش خاص نیستش حتما بهش، کمون که در دولت ما افرادی هستن که از دولت گذشته بودن کارآمدی داشتن، داریم کار میکنیم. میخوام بگم در استان ها هم همینطور هستش. شما بگید منتقدین گفتن کندی در انتصابات، اینو عرض کردم، من تاکید کردم، شاید در یکی دو تا جلسات دولت تاکید کردم به دوستان که باشه، ولی بعضی از انتقادات گاهی اون در واقع میبینیم با واقعی مقداری تفاوت داره بسابه. که من از انتقاد بازم میگم استقبال میکنم، اما تاکید میکنم که حتما عنایت کنید، یک به شرایطی که این دولت کارش آغاز کرد حتما توجه کنید، وقتی از یه بخشی در واقع نام میبرید ببینید که ما چگونه وارد میدان شدیم. البته عرض کردم من به این که بگم چه شرایطی و اینا اصلا در واقع گفتمان و منطقه من نیست، مردم رو نگران تر میکنه. چرا تو جلسات خصوصی بشینیم ای حرفا میزنیم، اما این هنر نیست انسان مردم رو نگران تر بکنه. ما اومدیم برای مردم امید ایجاد کنیم، کار کنیم برای مردم، نه که بیام مردم رو نگران تر کنیم، که اصلا درست نیست. آقای خسرو به شما گفتن چقدر بله وقت ما تقریبا تمام هست، یه دو دقیقه حالا اضافه بکنم، ما راجع به کرونا از جناب رئیس جمهور نپرسیدیم، تقریبا وقتمون تمام هست، اگر خیلی کوتاه آقای پیک ششم آقای رئیسی، اومیکرون داره شد دیگه سوی غالب شد در کشور ما، مصوبات و تصمیمات جدیدی خواهید داشت برای موضوع؟ اصلا که خدمتتون از مواردی که من باید شاکر خدا باشم
که عنایت کرد در روزی که ما دولتمون شروع به کار کرد 700 خانواده داغدار می‌شدن در کشور و امروز به لطف خدا و به خاطر کمک خود مردم و مشارکت مردم و اعتمادی که مردم به دولت داشتن امروز ما شاهدیم که الحمدلله هم ابتلا هم فوتی‌ها بسیار کاهش پیدا کرده، یعنی رسیده به مرحله 20 و مثلا این حدودا یا در واقع حدود این خودش یکی از موفقیت بزرگ کشور من روسیه که رفتم واقعا شکرگزار خداوند متعال شدم که الان شرایط در اونجا چطور هستش که وضع اومیکرون اونجا بسیار وضعیت عجیبی داره و گزارش کردیم که مردم عزیزمون دارن. این موفقیت بزرگی که دولت و مردم در واقع با عنایت حضرت حق برای کشور داشتن باید از مواردی بود که همواره اینو شکرگزار خداوند بود. شکرگزاریش اینه که باید حفظش کرد، سیانتش کرد که اومیکرون یه وقت فرار نگیره. من تاکید میکنم به همه مردممون رعایت این قضیه، در ستاد کرونا بحث شده، اگر رعایت نشود حتما باز ما بازگشایی انجام دادیم، کسب و کارها فعال شد، مدارس فعال شد، دانشگاه فعال شد. ما میترسیم که اگر رعایت نشه ما مجبور به محدودیتای بشیم، واقعا تو اجتماعات و اینا ما احساس خطر میکنیم. جان مردم برامون بسیار اهمیت داره، جان نان، این دوتا مسئله که ما حتما مسئله مهم ماست و مسائل دیگه هم داریم که مسئله مهم ماست. در صورت این مسئله جان مردم مسئله مهمی است، مسئله فرهنگی جامعه مسئله با اهمیتی است، ولی در هر صورت من میخوام تأکید کنم که حتما مردم عزیزمون در سبب کرونا رعایت کنم. من در پایان عرضم اشاره کنم، عرض ما یک دقیقه فرصت. ببینید اولا من میخوام به مردم عزیزمون باز هم عرض بکنم، بسیار جوانهای عزیز و مردم بزرگوار ما، امیدوار باشین انشالله، روزنه های امید بسیاره و من به هر کجا که نگاه میکنم وارد هر موضوعی میشم احساس میکنم که گشایش هایی و امید جدی وجود داره و امروز وظیفه ماست که برای مردم خدمت کنیم و من اینو نه به عنوان کسی که میخوام فقط امید ایجاد کنم، نه، من میدونم بسیار شرایط و وضعیتی که الان داریم پیش میریم وضعیتی که انشالله دنبال اون هستیم، من روزنه های امید و گشایش رو بسیار در اون میبینم و شما هم امیدوار باشید انشالله. امیدواریم انشالله عزیزانمون در این بازی که دارن با موفقیت انشالله و با پیروزی بازی ایران و مثل همیشه انشالله ظاهر بشن و به خانوم های جوان ورزشکارمون هم من میخوام باز تبریک بگم نسبت به موفقیت هاشون و این که هم رعایت تمام شؤونات و در واقع حجاب رو کردن در این حال بسیار خوب ظاهر شدن در عرصه های بین المللی، این هم باید بهشون مبارکباد بگیم. انشالله عزیزان ما شادی های بسیاری داشته باشن انشالله. بعد از این برای کشور و برای نظام و بتونه انشالله این گشایش های اقتصادی که دغدغه مردم هست و پیگیری مجدانه دولت، مردم عزیز بدونید دولت و من همکاران رو میبینم که شب و روز نمیشناسن برای کار کردن، این که بتونن انشالله مسائل رو پیش ببرن و ما همچنانی که تا حالا موانع رو پشت سر گذاشتیم بعد از این هم با قوت پیش خواهیم رفت و هیچ مانعی رو پیش روی خود به رسمیت نمیشناسیم. این همون حرکت جهادی است که خدا رحمت کنه حاج قاسم سلیمانی در اون عرصه داشت، ما هم انشالله به دنبال همین در واقع راه خواهیم بود که بتونیم در این ایام شادمانی دهه فجر انشالله حرکت جهادی کنیم که مردم ما شادمان بشن انشالله.